همه این انسانهایی که جان خدا در راه آرمانهای آزادی و عدالت خواهی دادن، مثل پدرم، مثل هزارها انسان دیگه، کارش نتیجه خوب خواهد داشت، چون اراده و خواست مردم مهم است. و مردم ما امروز تا اندازه درک دارن از خود، از حق تعیین سرنوشت خود، و ما فکر میکنم که مردم از این حق تعیین سرنوشت خود استفاده خواهد کردن و به این بربریت و وحشت طالبانی یک پایان خواهد دادن. دکتر هارون بدخشی سرطبیب و استاد در شریطه یا همان دانشگاه پزشکی برلین است و رئیس بخش پژوهشی این دانشگاه است. برای رشد و توسعه طب مدرن نقش بسیار مهم بازی کرده خود همین شفاخانه در این شهر. از این خاطر شهر برلین به نظرم چیز بسیار جالب داره، تا از گاه تاریخی هم و از لحاظ آینده هم، برای آینده روش توسعه طب مدرن. او که متولد شهر کابل است، در 15 سالگی به همراه خانواده‌اش مجبور به ترک افغانستان شد و در برلین سکنا گزید. دکتر هارون بدخشی تا کنون بیش از 100 مقاله علمی در مجله‌های معتبر بین‌المللی به زبان انگلیسی منتشر کرده است و 2 کتاب در زمینه سرطان شناسی نیز از او به چاپ رسیده است. سرطان طبعا مسئله جدی است، طبعا میمانه، اما خوشبختانه در 10 15 20 سال گذشته بسیار مسائل رشد کردن، یعنی دانش ما در مورد و فهم ما در مورد اینکه سرطان چطور وجود می و چطور تداوی می شود کاملا تغییر کرده. از او در مورد تاریخچه این مرکز پرسیدم. در مورد شریطه باید برای قصه شما برای شما کنم که این شفاخانه اول از هسته بسیار کوچک 300 سال پیش 1710 جور شده بود به امر پادشاه آن وقت در دولت پروشیا و بعد از باز آهسته آهسته انکشاف کرد به یک مرکز فرهنگی و علمی تبدیل شد. در 100 سال اول 150 سال اول اکثرا به خاطر تربیت و پرورش طبی نظامی ها، یعنی کسانی که در اردو کار میکردن، دکترای نظامی به اصطلاح جور بود، اما بعد از آهسته آهسته در نیمه قرن 19 شروع میشه به کار برای همه، تحصیل، اجازه تحصیل، کار پژوهشی، کار پرورش مریضان و درس دادن، یعنی همزمان هم پژوهش هم آموزش و هم پرورش مریضان در همزمان در یک کامپلکس است. و این ساختمان ها هم خدمتش از بیرون خو کامل حفظ کردن. بله، تا این ساختمان های کمبوس در نیمه قرن گذشته آهسته آهسته جور شده و باز آهسته آهسته به اصطلاح سطح بزرگتر شده و تمام این ساختمان ها که در اطراف خود میبینیم، چه اینجا که ساختمان رشته اعصاب است، یعنی خود مجسمه ویلهلم گلیزینگ مثلا یکی از تاسیسگران علوم اعصاب اصلا است، ورشو پاتولوژی و طب مدرن تاسیس کرده گلیزینگ، مثلا رشته اعصاب اصلا در اروپا و در غرب در طب مدرن تاثیر کرده، علوم طب داخله مثلا در این ساختمان متمرکز بودن، یعنی همه کار پژوهش مهم که میشد دمی ساختمان بود که یک بار از 1670 شروع شده به کار، باز دوباره پس خراب شده و پس جور شده، اما آخر در شروع قرن 20 باز تمام ساختمان ها کاملا این کمپوس خلاص میشه. شریطه این نهاد آموزشی درمانی در ایجاد و اصلاح سیاست های دولت در بخش صحی، از جمله بیمه صحی و دسترسی اشخاص کم بضاعت و فرصت های آموزشی در این بخش نقش اساسی و مهمی بازی کرده است. و همزمان جالبی است که از در بخش سیاست مثلا تی بی، مسائل بیمه، مسائل پرورش مردمان که ناتوان هستند از لحاظ اقتصادی، شریطه نقش مهم بازی کرده و شخصی که محور همه این کارا بوده خود رودولف ورشو بود. از خاطر بسیار مهم است، شما حتما فیلمی که در نتفلیکس بوده و در خود تلویزیون رسمی آلمان هم یک سریال 3 قسمت جور شده به نام شریطه، رودولف ورشو نقش بسیار مهمی بازی میکنه، چون در بین 1880 تا 1900 یکی از مهمترین دکتران این کشور و اروپا و همزمان یکی از سیاستمداران بسیار مهمی که در بخش طب
کار بسیار زیاد سیاسی کرد، از لحاظ اداری، از لحاظ رفرم، اصلاح و غیره. دکتر صاحب، شما خودتان هم اینجا تحصیل کردین؟ بله، بله. من در شروع سال 90 شروع کردم به تحصیل. در آلمان مثل همه کشورهای اروپایی دیگه تقریبا 6 سال وقت میگیره و با شرایط بسیار مشکل بر داخل شدنش، و خوشبختانه جایی که خودم تحصیل کردیم و بعد از او هم شروع کردیم باز به کار. یعنی در سال 90 تحصیل کردیم و بعد از در نیمه دوم سال 90 تحصیل ختم شد و شروع کردیم به کار در یک درشته مختلف. اما در آخر کار تخصص گرفتم و بعد از موافق تخصص همیشه اینجا بوده. به مخاطر این شفاخانه مثل خانه وارث، خانه دوم وارث، چون همه دوران تحصیل، کار و غیره در این صحنه، همی اولی، همی معوتا گذاشت. سیستم صحی آلمان خیلی در دنیا از کیفیت بالا برخوردار است. از کجا میایه این اعتبار؟ اعتبار به نظرم دو جنبه داره. یک جنبه مهمشی است که اعتبار تاریخی است. تاریخی به خاطر است که مخصوصا شریتی و شفاخانه های مهم مثل مونشن، هایدلبرگ، هامبورگ و غیره همیشه در جهان طب نقش مهم بازی کرده بودند. مخصوصا این شفاخانه شریتی در 100 سال، 150 سال گذشته، و همزمان خود سیستم طبی با یک به اصطلاح سیستم سکیوریتی برای مریضان، برای همه مردم قابل دسترس است. یعنی امنیت انسان که توانا است لحاظ اقتصادی و انسان ناتوان حقوق کاملا برابر دارن برای استفاده از امکانات طبی. این بسیار مهم است، چون نتیجه کار پژوهشی که برای مریض میرسه تفاوت نمی کنه این که انسان نادار است یا از لحاظ اقتصادی ثروتمند است. مرکز پژوهشی این شفاخانه دارای لابراتوار و بستر برای مراقبت از بیماران است که بالای آنها تحقیقات علمی انجام می شود. از دکتر بدخشی در مورد آخرین یافته های علمی در درمان بیماری سرطان پرسیدم. در این مخصوصا دهه گذشته در بخش سرطان انکشاف و رشد فهم و دانش بسیار مشخص علمی بسیار زیاد شده. مخصوصا دیده میگن ایمیونوتراپی، یعنی تراپی ایمونولوژیک، نقش بسیار مهمی بازی کرده، چون در تداوی سرطان در 3 دهه گذشته انکشاف بسیار زیاد نبود و اکثرا اگر چیزی بود به اصطلاح 3 روش تداوی بسیار کلاسیک: جراحی، شعاع و کیموتراپی. اما با ایمونوتراپی یا ایمیونوتراپی یک قدم بسیار بزرگ طرف رشد و بهتر شدن شرایط تداوی مریضان انجام شده. امیدوار هستم که نتیجه تحقیقات شما را شاهد باشه. ما همه ما کوشش میکنیم، صدها گروپ در اروپا همین لحظه با هدفمند، با می استراتژی یا رابرد استفاده از سیستم دفاعی خود بدن برای جنگ و مبارزه بر ضد حجرهای سرطانی همین لحظه کار میکنن، و این یکی از مهمترین حوزه های رشد علم سرطان شناسی است. روز دراز است و ما هم صحبت های ما ادامه داره. خسته اگر نشده باشیم ادامه صحبت داره. من دعوت میکنم. دیرون داشته باشیم. دیوار برلین از معروفترین بناهای تاریخی جهان و ماندگارترین نماد جنگ سرد است. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در سال 1945 و شکست آلمان، متفقین برای تعیین سرنوشت این کشور آن را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کردند. بخش غربی جمهوری فدرال آلمان نام گرفت و کشوری غیر مستقل و دموکراتیک تحت کنترل انگلیسی ها، فرانسوی ها و آمریکایی ها بود. آلمان شرقی با نام جمهوری دموکراتیک آلمان به اتحاد جماهیر شوروی سپرده شد و حکومتی سوسیالیستی داشت. در این میان شهر برلین به دلیل اینکه از موقعیت خوب و اهمیت زیادی برخوردار بود، توسط قدرت‌های پیروز شده در جنگ جهانی دوم به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد. از دیوار برلین قسمت‌های کوچکی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره کشته شدگان باقی مانده است. با دکتر بدخشی به دیدن گالری بخش شرقی رفتم. و این قسمتی که شما امروز می‌بینین یگانه قسمت آخره دیوار برلین است که باقی مانده. به خاطر از اینکه
یک تعداد بزرگ از هنرمندهای مختلف از همه جهان، از همه کشورهای جهان آمدند. در سال 1990، یعنی تقریبا چند ماه بعد از باز شدن دیوار برلین، شروع کردند به رسامی و کارهای هنری خود که امروز یک بخش مهم به نام ایست ساید گالری، یعنی گالری طرف شرقی، یک قسمت از میراث تاریخی شهر برلین است و مالکیت شهر برلین است. طبعا به این دلیل این قسمت بسیار مهم مثلا از بازمانده های دیوار تاریخی برلین است که از بین نخواهد رفت، چون جز میراث تاریخی این شهر است. چرا اصلا ساخته شده بودی دیوار برای اطلاعات بیننده های ما؟ بسیار مهم به این خاطر است که دو جنبه داره، یکی جنبه کسانی که ساختنش و یکی جنبه کسانی که بازد ساختارش بودن. آنان که ساختنش، یعنی دولت جمهوری دموکراتیک آلمان یا یعنی آلمان شرقی که میگویم، میگفتم که ما روزانه تقریبا 3 تا 4 هزار نفر فرار میکنن از شهر، کسانی که مخصوصا در سنای سن که حرفه های مختلف داشتن، یعنی یک برین درین بود، یعنی کسایی که حرفه ای بودن کارهای مهم میکردن از شهر میرفتن شهر برلین غربی یا به آلمان غربی، یعنی به خاطر استاپ کردن، بس کردن فرار مردم یا مهاجرت مردم. این تشریع بود که دولت آلمان شرق داشت برایش، آلمان شرقی که تحت حاکمیت حزب کمونیست بود، بله، یعنی جمهوری دموکراتیک آلمان یا آلمان شرق، به این بهانه به اصطلاح این دیوار را ساخت. برلین تاریخ دور بود که به تاریخ بار از 8 می 1945 برلین به 4 قسمت تقسیم شده بود. برلین شرقی که ما این طرف هستیم، این طرف دیوار مثلا جزء سلطنت سلطه اردوی سرخ یا اردوی شوروی بود، آن طرف دیوار جزء تقسیم شده به امریکا، انگلستان و فرانسه بود. این دیوار 155 کیلومتری که به منظور جلوگیری از خروج شهروندان آلمان شرقی به آلمان غربی بنا شده بود، پس از 28 سال سرکوب و قتل کسانی که قصد فرار به سوی دیگر آن را داشتند، در نتیجه مظاهره و مقاومت مردم آلمان شرقی فرو ریخت. شما وقت فروپاشی دیوار کجا بودین؟ من در وقت برلین شرقی بودم، در شروع تحصیل 19 ساله که از اعلان رسمی باز شدن دیوار که شروع فروپاشی دیوار برلین بود و با آن هم فروپاشی همه سیستم سوسیالیستی، خودم شاهد بودم مستقیم. از تلویزیون خب من شنیدم و بعد از آمدم طرف دیوار و تقریبا خانه ما بسیار زود نبود، دور نبود از اینجا، سه ازگاه امرای ریلو و بعد از باز آهسته آهسته خوب در این منطقه نمیدم جای دیگره در نزدیکه، اما شاید باز شدن همون لحظه برای میدم چیز بسیار صحنه و لحظه بسیار عاطفی است. فروپاشی یک سیستم، فروپاشی یک کشور، فروپاشی یک سیستم جهانی چیزی نیست کنم هر 5 سال یا 10 سال تجربه میکنم، یعنی یک تجربه یک باره و تکرار ناشدنی در زندگی خودم. جالب به میخاطر است که جزء از این تغییرات بودیم، بعد از یعنی 30 سال گذشته از اون وقت، یعنی 31 سال تقریبا بعد یک 31 سال گذشته، شاهد همه تغییرات بودیم در این شهر، در این کشور، با وجود آمدن سیستم نو و همه آنچه پیامدهایی که این تغییر یعنی فروپاشی دیوار برلین داشتن. شما که 30 سال عمرتان شاهد بازسازی و پیشرفت و توسعه کشور بودین، آلمان از هم گسیخته و جنگ زده چطور راه پیشرفت و راه همدیگر پذیری با توسعه را در پیش گرفت؟ سوال پیچیده و مشکل است، جوابش هم پیچیده و مشکل است، اما یک جواب بسیار کوتاه تلاش میکنیم. من فکر میکنم 2-3 اصل بسیار مهم است برای درک و ما فهمیدن این موضوع با وجود همه پیچیدگیاش. یکی اصل همدیگر پذیری است. همدیگر پذیری مسئله ساده نیست، مسئله بسیار پیچیده فرهنگی، تمدنی، سیاسی و غیره و غیره است. یک، من اگر فکر میکنم که ما اگر در یک سطح انتزاعی فکر کنیم، حق تعیین سرنوشت خود یک مردم یک اصل مهم سیاسی است. ما پیشتر گفتیم مردم این شهر دلیل فروپاشی یک سیستم جهانی شدن. خب حق تعیین سرنوشت طبعا نقش مهم بازی میکنه. اگر ما میخوایم بفهمیم که چرا سیستم ها تغییر میکنن، چرا شهرها، دولت ها در ساختار خود کاملا تغییر میکنن، و اصل سیوم به نظر من بعد از همدیگر پذیری و حق تعیین سرنوشت خود، مسئله قانونمندی و اعتبار قانون است و احترام به قانون است. اگر این مسئله تا اندازه توجه کنیم،
میشه که بعضی از ملوفه های پدیده بسیار پیچیده را تا اندازه درک کنیم، با وجود از اینکه در 30 سال گذشته صدها کنفرانس علمی انجام شده درباره ای که دلیل چی بوده، پیامدهای این تاریخ سیستمی بوده. و برای ما جالبی است که همین لحظه در پهلوی دیوار برلین نستاد، یعنی جایی که مثلا باقی مانده دیوار است و برای ما مثل یک نشانه خواهد بود، نشانه تاریخی که بتوانیم از آن بیاموزیم. دیباچم، فردا روز جمعه 21 مارچ 1969 مطابق اول عمل سال جدید شمسی است، سال نو و نوروزی که عید باستانی زردشتی ها بوده و اکنون هم تجلیل می شود. از سال 1340 به بعد به این طرف با ایده مسئولیت های مشترک سیاسی داشتم، دیگر یادداشت های روزانه ام را ننوشتم. در این سال جدید دیگر مسئولیت مشترکی با کس ندارم و جز رفقای خودم، چون می خواهم با مسئولیت خودم مستقلانه حرکت کنم. از این لحاظ از خالی از فایده نیست که جریانات مهم آینده را یادداشت کنم. ساعت 8 شام شب نوروز، کارتای 4 سارک اول کابل، محمد طاهر بدخشی. دستخط خودشان است؟ بله بله، دستخط است از نوشته هایی که در سالهای گذشته به دستم رسیده است و همین لحظه با ویرایش و کار تدوین شروع کردیم که بزودی برای چاپ و نشر آماده شود. اگر در یک چند جمله بر ما بگوین که امو مرام و اندیشه شادروان طاهر بدخشی که زندگی خود پای از او گذاشت چی بود؟ خوب، این مسئله بسیار پیچیده خواهد شد، اما میخوایم دو سه جمله بخوانم که از خودش باشه. این یک قسمت از دست‌نویسان طاهر بدخشی است که در سال 1958، یعنی 65 سال پیش، وقتی نوشته که محصل صنف اول دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل بود. آخرین چاره، مدینه فاضله من و به تعبیر امروزه سیاسی فدرالی یا فدرال جمهوری با وجود خواهد آمد، با وجود خواهد آمد که در آن حق ملیت، زبان و حیات سیاسی هر کس، هر قوم و هر مذهب داده شود. پس این آیا اینکه مدینه فاضله من مقدمه خواهد بود یا نه مسئله دیگر است. بزرگترین انتقادی که به تفکر زنده یاد بدخشی وارد میشه امی مسئله فدرالیزم مطرح کردنش و جدایی طلبی یا جدایی خواهی است. شما در اون مورد چه توضیحی دارین؟ خب، دشمنان سیاسی در مراحل مختلف، چی در دوره اشرافیت دوران محمد ظاهر و محمد داود و فامیل، و چی در دوران جمهوری، چی دوران خلقی ها و پرچمی ها، و چی در دوران بعد از آن مجاهدین، طالبان و غیره و غیره، طبعا حریف سیاسی همیشه گفته ها را مستقیم هیچ وقت نقل قول نمی کند، چون هدف مبارزه سیاسی به ضد کس دیگر همین است که مسائل غلط بازتاب دهند. و این خاطر مهم شاید برای گفتن این باشه که طاهر بدخشی در سالهای اول دوران جوانی خود، دوران تحصیل و بعد از این دوران کار، با ساختارهای بسیار اساسی و بنیادی کشور و اجتماع خود مصروف بود، یعنی پژوهش فرهنگ تاریخی ما و تاریخ فرهنگی ما که طبعا نتیجه گیری باید میشد. و نتیجه گیری همین در این مثال آدم بسیار خوب میبینه که چطور حق تعیین سرنوشت هر فرد، هر مذهب، هر قوم و هر قبیله دوباره تکرار میشه، یعنی هر انسان در راستای آزادی خواهی و عدالت طلبی، هر انسان، هر زبان، هر قوم و هر مذهب حق تعیین سرنوشت خود را دارد. من فکر میکنم تنها بامی گفته ای که 65 سال عمر داره، این دستنویس است، آدم گفته میتونه که همه آن چه که بعد از آن گفته شده در مورد طاهر بدخشی، مسائل منفی گرایی که از بدبینی های سیاسی اومده کاملا غلط هستند. و همزمان از همین دستنویسان، و میخواستم یک چیز مهمه بر شما نشان بدم، مثلا
از روز یا دستنوشت‌های پدرم از روز تأسیس اولین جنبش یا جمعیت مترقی دموکرات و آزادی خواه در افغانستان که بدبختانه بار از یکی دو سال بعد کاملا تغییر خود طرف‌های دیگر رفت. مثلا عکسی که نور محمد ترکی اولین رهبر جمعیت دموکراتیک خلق خودش برای پدرم داده بود، یا یک عکسی که ببرک کارمل که بعدا اصلا رئیس جنبه پرچم شد. و تا جایی که من اطلاع دارم مادر هم فعالیت های سیاسی میکردن. بله بله، مادرم با پدرم در دانشگاه کابل آشنا شدن و دورانی که همه فعالیت های بسیار زیاد داشتن و طبعا مادرم خودش سهم بسیار مستقیمی داشت در با وجود آوردن و ساختن اولین جنبش مترقی زنان در افغانستان بین سال 1970 تا 1971 با خانم های دیگر از افغانستان، از کابل مخصوصا، و این نقش داشت. بله طبعا. و شما در نهایت مجبور به ترک افغانستان شدین، اگر قصه کنین که چه وقت و چطور بله. به برلین آمدین؟ ما در نیمه سالهای 80 میلادی 1985 چون شرایط جنگ در افغانستان بسیار زیاد مشکل شده بود، یعنی جنگ خطرناک شده بود چی از لحاظ فیزیکی و چی از لحاظ روانی هم، طبعا چون در شکار جنگ است هیچ کس آرام زندگی کرده نمیتونه. یکی از دلایل مهمی بود که ما از افغانستان برآمدیم نیمه سال 1985. آقای بدخشی، چقدر امیدوار هستین که با آنچه که در افغانستان امروز اتفاق میفته آرمان مبارزین آزادی خواه روزی به تحقق بپیونده؟ من بسیار امیدوار هستم به دو دلیل. دلیل اول که من فکر میکنم که قربانی هایی که دو سه نسل از مبارزان رای آزادی و عدالت خواهی دادن، مشمول طاهر بدخشی و پدرم و هزارها هزار انسان دیگر که رای و زندگی خود به جان خود دادن برای عدالت خواهی، برای آزادی، بی هزینه نخواهد بود. نتیجه خواهد داشت و نتیجه مثبت خواهد داشت. امید ما است و من مطمئن هستم که در خواهد شد. و دوم، در سالهای گذشته مردم ما یک درجه بلند از آگاهی و شعور تاریخی و شعور سیاسی یافتن. در درجه های مختلف، در بافت های مختلف، اما من امیدوار هستم که این آگاهی دهی و آگاهی یابی که طبعا هویت طلبی و هویت جویی فرهنگی است همزمان نتیجه خوب خواهد داشت. ما امروز سواد بلندتر سیاسی داریم، فهم و درک بلندتر سیاسی داریم به مقایسه 40 و 80 سال گذشته کرده. به این خاطر، به این دلیل من مطمئن هستم که همه این انسانهایی که جان خود در راه آرمانهای آزادی و عدالت خواهی دادن، مثل پدرم، مثل هزارها انسان دیگه، کارش نتیجه خوب خواهد داشت، چون اراده و خواست مردم مهم است و مردم ما امروز تا اندازه درک دارن از خود، از حق تعیین سرنوشت خود، و ما فکر میکنم که مردم از این حق تعیین سرنوشت خود استفاده خواهد کردن و به این بربریت و وحشت طالبانی یک پایان خواهد دادن، چی امروز یا چی فردا. بسیار تشکر آقای دکتر هارون بدخشی از اینکه میزبان ما بودین و وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. من تشکر میکنم از شما، از چانس، از امکان مکالمه با شما، و با امید روزهای خوب برای شما و برای ما، برای وطن ما.